من دکمه رکورد رو هم بزنم و بریم و درودی بفرستیم خدمت جناب رستمی عزیز. آقای رستمی بسیار بسیار به استودیو خوش آمدید قربان. سلام آقای عزادی و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو همسفر. بسیار لطف کردید که امروز هم به استودیو اومدید و امیدوارم که بتونیم که در کنار شما جوابگوی سوالات هموطنانمون باشیم. آقای رستمی عزیز، قبل از اینکه حالا شما تلفن ها رو بخوایم واسه کنیم، من معمولا آلمنت سعی میکنم که سری سوالای معمولی رو داشته باشه. البته دوستان عزیزی هم که با ما در استودیو در تماس هستن، لطفا اگر که مایل نیستیم با جناب رستمی روی خط صحبت بکنید، لطف کنید وقت رو بذارید برای عزیزانی که مایلن روی خط صحبت کنن. شما هم که زنگ زدید لطفا چند ثانیه گوشی خدمتتون باشه. آقای رستمی، این جریان سنتر و نمام قانون جدید و اینا رو، حتی شما مقاله‌ای هم گذاشته بودین بر روی فیسبوک، من خوندم و اینا بسیار جالب بود. واقعا آیا این 9000 نفر آدم در کل سیستم نمیدونم مهاجرتی و پناهجویی و اصلا یک مملکت اصلا تاثیرگذاره که اینقدر اینا شلوغش کردن و جریان چرا اینا باید اینقدر این جریان رو بزرگش کنن به نظر شما؟ والا این نظر سیاستمداراست، ولی خب اول از اینکه اینجوری بگیم که یه پیشنهادی هست که دولت با کمک حزب چپ میخواد که قانون رو تصویب بکنه که در اون به گفته میشه تقریبا 9000 نفر میتونن از این قانون استفاده بکنن. ماله. برای کودکانی که قبل از نوامبر 24 نوامبر 2015 وارد سوئد شدن به عنوان کودک تنها و بدون سرپرست در سوئد درخواست پناهندگیشون ثبت شده و مدت انتظار برای تصمیم گیری طولانی تر شده، بیشتر از فکر کنم یک سال هست جزئیاتش طول کشیده باشه و جواب منفی گرفتن، به اینها، به این کاتگوری در واقع یه فرصتی داده بشه که اگر امکان تحصیل در مقطع دبیرستان رو داشته باشند و بتونن دبیرستان رو شروع کنن و یا یک سال در واقع فربردانده آمادگی در واقع برای دبیرستان رو بتونن بخونن، به اونا به مدت زمانی که دبیرستان رو میخونن اقامت داده بشه، اقامت موقت داده بشه تا در واقع اقامت موقت داده بشه. حالا بعدن چه اتفاقی برای اینا میتونه بیفته، اینه که امیدواری اینه که این گروه بتونن با تحصیل موقعیتی که براشون به وجود میاد تحصیل بکنن و وارد بازار کار بشن، باید کار پیدا بکنن بعدن. یعنی در واقع این هدف اینه و اینم یه خب به هر حال میگن که چون تعدادی از این گروه وقتی وارد سوئد شدن زیر سن بودن و این زیر سن و خب افرادی که زیر سن هستن طبیعتاً نحوه رسیدگی و بررسی دلایل پناهندگی اینا با یه بزرگسال فرق میکنه، ولی چون خیلی طول کشیده و اینا 18 سال رو پر کردن و دیگه کودک تلقی نمیشن، خب این در واقع یه امتیازیه که به این گروه داده میشه. یعنی عملا یه مسئله انسانی رو در نظر میگیرن. قبلا چندین بار در سوئد اتفاق افتاده که به یه گروه های خاصی به خاطر یه مسئله خاصی به اصطلاح امنستی اف بگیم، حالا یه قانون فوق‌العاده که به این گروه به خاطر یه سری مسائل اقامت داده بشه، دو سه بار در سوئد همچین اتفاق افتاده، این هم یکی از اوناست تقریبا. ولی خب به هر حال این چون به خاطر اینکه اینها جواب تعدادشون جواب منفی گرفتن و خب طبیعتاً و در سنی هستن که دیگه کودک تلقی نمیشن، خب به هر حال این سری احساساتی رو در بین شهروندا به وجود آورده که برای چی باید کسایی که دلال پهنی ندارند یه قانون خاصی وضع بشه که اینا بتونن اقامت بگیرن. در واقع مسئله حساسش و یا مسئله جنجالش در واقع بر سر این بود تقریبا. بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ خط 2398 که اول زنگ زد. درود بر شما، با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستید. سلام، بفرمایید. مرسی از فرصتی که به من دادید. من سوالم راجع به در واقع گووا هستش و اینکه و ارث. حقیقتش اینه که خانواده من توی ایران، مادر من پولی داشته و بین بچه‌هاش تقسیم کرده. من میخوام بدونم که اگه من این پولو از ایران بیارم اینجا اسکت بهش تعلق میگیره با توجه به اینکه گووا هستش، یعنی که توی فارسی میشه هدیه. هدیه.
یا اینکه چجوریه. روی سایت اسکت ورکت خیلی خوندم راجع به این مسئله اینا، ولی مطمئن نیستم. میخواستم بدونم آقای رستمی میتونم به من کمک کنن. بله، ببین در سوید بر همون هدیه و ارث مالیاتی تعلق نمیگیره. یعنی وقتی من یک کسی، یک فردی به من هدیه میده، مبلغش حالا فرق نمیکنه چقدره، بر این مبلغ من قرار نیست از بابت اینکه این هدیه رو دریافت میکنم مالیاتی پرداخت بکنم. نه اون کسی که هدیه رو، یعنی مال رو به من هدیه میده، یا نه من که هدیه رو دریافت میکنم قرار نیست که مالیاتی از این بابت پرداخت بکنم. و همچنین ارث هم همینطوریه. مگه به من ارثی برسه، از بابت اینکه این ارث رو دریافت میکنم قرار نیست مالیاتی بدم. افرادی هم که مثل ما مهاجرند، مثل شما احتمالاً حالا یا دو تابعیتی هستن، هیچ فرقی نداره. وقتی مقیم سوئد هستن و در سوئد زندگی میکنن، میتونن که از خارج از سوئد نیز بهشون ارث برسه و یا کسی بهشون هدیه بده. و مخصوصا مهاجرین که به هر حال اعضای خانوادهشون این برانور میتونن باشن. بنابراین شما که هدیه و یا ارثی دریافت میکنید، لازم نیست که از بابت دریافت این ارث مالیاتی پرداخت بکنید. حالا هیچ فرقی نمیکنه به هر حال، یا مبلغش 100,000 کرونه یا مبلغش 10 میلیون میتونه باشه، اونش اصلا هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که شما یه خانه از خانواده‌ای دارید که به ثروتمند هستن، خب طبیعتا میتونن 1 میلیون به شما هدیه بدن. و یا افرادی که به هر حال 100,000 کرون، 50,000 کرون، اونش اصلا فرقی نمیکنه. حالا خب چون این مسئله در مورد شما و در مورد مهاجرین، این پول یا پول نقد یا سرمایه هر چی از خارج وارد میشه، طبیعتا مقامات مالیاتی و مقامات پلیسی حساس هستند که این رو کنترل بکنن که این پول از چه جوری، از چه بابتی به شما میرسه. دو تا حالت داره. یکی این که خب این رو میخوام بفهمن که این چه کاتگوری هست که آیا بهش مالیات تعلق بگیره یا نه. به هر حال شما یه دارایی رو قابل ملاحظه‌ای رو دریافت میکنید، بنابراین میتونه سوال پیش میاد که آیا به این مالیات باید پرداخت بشه یا نه. هر اموالی که به شما میرسه از مالیات دادن استثنا نیست، فقط همون ارث و یا همین هدیه هست که از ارث از مالیات استثنا است. بنابراین این باید مشخص بشه. این یه موردش اسکات ورکر میتونه کنترل بکنه. مورد دیگرش هم مقامات پلیسی و بانک ها که این پول منشأش چیه، یعنی بر اساس خلاف به قول معروف پول به شما منتقل نشه، پولشویی انجام نگیره، به صرف کارهای خلاف یا تروریستی نره. برای اینا رو میخوان طبیعتا کنترل بکنن. و برای اینکه شما، افرادی مثل شما، خیالشون راحت بشه که در سوئد بازخواست نخواهند شد، اگرم بشن خیالشون راحت باشه، بنابراین اون موردی رو که در ایران حالا مربوط به شماست، باید مدارک قابل قبولی رو و مدارک رایج اون کشور رو داشته باشید. مادری که به شما هدیه میده، یک هدیه نامی طبق قوانین ایران تنظیم میکنه و به روش های مختلف این هدیه رو شما بتونید به سوئد منتقل بکنید. اگر یکی از اعضای خانواده شما فوت میکنه، انحصار وراثتی صورت میگیره یا مبلغی به شما به ارث میرسه، این باید مدارک سازی بشه و طبق و مدارک نیز مدارک رایج اون کشور باشه. بنابراین شما این کارا رو انجام بدید، قاطعا هیچ مشکلی به وجود نمیاد. بله، متوجه شدم. مرسی از راهنماییتون. بس جواب سریع به سوال شما اینه که برای ارث و یا هدیه مالیاتی تعلق نمیگیره. ولی بعداً چه کار با اون پول بکنم، اون دیگه بحث جدا. پیامدهایی هست که در مورد مهاجرین معمولا میتونه پیش بیاد که اینطوری. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. مرسی. خواهش می‌کنم. 983843 بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید. قربان شما، مرسی، بفهمید خواهش می‌کنم. صدای من واضح میاد؟ صدای شما بسیار واضح، زیادی هم واضحه، یعنی یه ذره بلندم، حتما باید سعی کنم. بفهمید راجع. عرضم به حضورتون که من الان از دادگاه مهاجرت منفی گرفتم، رسیده به مرحله دادگاه عالی. آیا راهی وجود داره؟ تبصره‌ای نمیدونم. لطفا توضیح بدین برای چه کاری؟ مهاجرت. برای ازدواج.
بله اقامت ازدواج. بله دقیقا. بله برای مشکل خونه داشتم، فکر میکردم خونم اوکیه ولی اوکی نبود و متاسفانه ولی خونه رو الان گیر آوردم. منطور رفته برای دادگاه عالی، یعنی الان بخوام اعتراض بزنم اینه دادگاه عالی. ولی من میخوام از تبصره قانونی نمیدونم التماسی گریهی هر جوری هست اینو برش کردونم اداره مهاجرت به پرونده رسیده کنه، بگم آقا خونه رو میخواستی میخونه. بله اگر دادگاه مهاجرت تصمیم گیری کرده، حکم صادر کرده، تنها کاری که میشه کرد باید از این تصمیم شکایت کرد و دادگاه عالی، همونطور که متوجه هستید اون موقع هست که دادگاه عالی دیگه تصمیم گیری میکنه که چیکار کنه با این پرونده. وظیفه دادگاه عالی، کلن دادگاه های عالی، ما دادگاه های عالی مختلفی داریم، یعنی هکست دومستولن هست، یه هکست فروالتنگ دومستولن هست، یعنی میگرفون صاحب دومستولن هست و بر مسائل دیگه هم وجود داره. این دادگاه عالی، دادگاه های عالی دو تا وظیفه بیشتر ندارن. یکی وظیفه اولشون ایجاد وحدت رویه، یعنی پراکسیس بیلدنگ، و برطرف کردن اشتباه فاحش قانونی. دادگاه عالی هیچ وقت نمیاد مدارک رو ارزیابی بکنه که ببینه که اداره مهاجرت و یا دادگاه مهاجرت تشخیص درستی دادن یا نه. اینها موقعی پرونده رو بررسی میکنن که فکر میکنن که با یه مورد تکنیکی حقوقی دون پرونده وجود داره که با بررسی این پرونده میتونه به تفسیر قانون کمک بکنه. بنابراین دادگاه عالی نمیاد این موردی که شما گفتید رو بررسی بکنه که آیا الان شما خانم شما همسر شما استحقاق دریافت اقامت داره، این رو اصلا بررسی نمیکنه و فاحش اشتباه فاحش قانونی هم صورت نگرفته، چون اون موقعی که دادگاه مهاجرت این رو بررسی میکرده قرارداد شما رو قبول نکرده، قبول نداشتن. رستم من چون من در کار جریان کار ایشون قبلا ما با ایشون صحبت کردم، ببینین یه ذره انسانی میخوایم فقط صحبت کنیم، قانون رو میذاریم کنار، یه ذره انسانی نیست. نه میدونم ولی اداره مهاجرت از ایشون یه ایرادی گرفته بعد از اینکه ایشون 12 13 ما منتظر شدن که همسرشون رو بیارن، گفت آقا قرارداد خونت رو ما قبول نداریم. ایشون کلی هم جنگید که قبول بکنن، نکردن. اوکی ایشون شکایت کرد به یک مقام عالی تر که بابا این طبق این کاغذ، طبق این فرم، همه چی این خونه مجزاست ولی شما قبول ندارین. خلو اوکی، حالا اگه ایشون که رفته یه خونه جدید پیدا کرده که همه چیش با قوانین اداره مهاجرت جور در میاد، دوباره ایشون باید بیاد بره یه پرونده جدید واس کنه، دوباره 13 14 ماه منتظر بمونه که دوباره اینا یه بله یا خیر بگن؟ چرا نمیشه برگشت دوباره یه پله عقب؟ خب آخه این شما این رو در یک چارچوب و زاویه خاصی میبینید، ولی ما اینجا یه حکمی داریم که صادر شده، اونو هیچ گونه نمیشه تغییرش داد. تنها مرجعی که میتونن تغییر بدن دادگاه عالیه. خب یعنی و دادگاه عالی هم وظیفش اینه، وظیفه بررسی نیست. بنابراین ایشون میتونه که شکایت، ولی خب متاسفانه این گونه است، ایشون میتونه که شکایت نکنه، درخواست جدید فرستاده بشه و درخواست جدید هم میره تو صف، انگار یه درخواست جدیده دیگه تو صف میره تا طول بشه. الان یه مشکل دیگه اینجا اصلا پیش اومده جناب رستمی. الان پدر خانم من اصلا گفت من نمیخوام این اتفاق بیفته، پاسپورت خانم منو برداشته و میگه میخوام ممنوع خروجش کنم. خب یعنی اصلا یعنی زن به شما نمیخوام بدن؟ نمیخوام بدن. حل کرد خب دیگه اداره مهاجرت شما کاری ندارین دیگه. حل آقا من زنمو میخوام. خب اون دیگه مسئله شماست با قوانین ایران دیگه، با پدر. خب نه الان من با این شرایطی که برام پیش اومده هیچ کس به من کمک نمیکنه؟ چرا؟ مسئله درخواست جدید میفرستین و میتونید تو اون درخواست تو اون پروسه جدید با اداره مهاجرت تماس داشته باشید. با اداره مهاجرت میشه صحبت کرد ولی متاسفانه با دادگاه و دادگاه عالی نمیشه صحبت کرد. یعنی شما فکر میکنید میتونن ایشون با همون حلگارشون یه بار دیگه در تماس باشن؟ با همون که نه، به حال درخواست جدید میاد، داره معلوم نیست که همون قبلی تصمیم گرفته بار همون تصمیم گیری بکنه. ولی پرونده جدید که ثبت میشه، خب شما میتونید با اداره مهاجرت با اون بخش صحبت کنید، این مشکلتون توضیح بدید، شاید اونگونه میشه تاثیر گذاشت، ولی با امید دادگاه عالی موندن هیچ اتفاق نمیفته. خب الان ببینین من میخوام الان شروع کنم دوباره از اول. بله. منتها اولین
پروسه‌ای که من باید انجام بدم دوباره ما یه مسافرت دیگه باید بریم، درسته؟ موقعی که اداره مهاجرت درخواست شما رو بررسی میکنه، به هر حال تا به حال این مسئله اینجوری که شما میگید این جدی بودن رابطه رو بررسی نکردن اصلا، به خاطر اینکه شما قرارداد خون نشین به شما جواب منفی دادن، ایشون جواب منفی دادن. ولی به هر حال اداره مهاجرت هر موقع که درخواست رو بررسی میکنه جدی بودن رابطه رو بررسی میکنه، و جدی بودن رابطه اینا که خب آدما با هم دیگه تماس داشته باشن. بله. خب الان من میخوام از اول شروع کنم، اون قبلیه جدا. الان من پرونده رو به جریان بندازم، اولین چیزی که داخل فرم میاد میگه آیا همدیگر رو شما توی یه پروسه مثلا یک سال گذشته ملاقات کردین یا نه. جوابم منفیه، ندیدم، باید برم ببینمش تا بره صفحه بعدی. خب من میتونم برم ایران؟ نمیتونم برم، اونم نمیتونه بیاد بیرون. الان تکلیف من چیه؟ تکلیف دفعه قبل چجوری هم دیگه رو ملاقات کردیم؟ به هر حال قبلا باباش اینجوری نکرده بود. آقا نبید من عکساشو فرستادم براتون تو تلگرام یه نگاهی بکن. من کاری ندارم، ولی ببینید شما یه ذره منطقی فکر کنید، بابایی که شما رو نمیتونه ممنوع الخروج کنه که. نه من نمیتونم ایران برم. ببخشید اگه ممکنه، چون به هر حال اینا مشکلاتی دیگر هست که این قانون جدید درست کرده دیگه، اینجوریه. البته شما اگه قرارداد خونم داشتید خب این مشکلات سر جاش هست، همیشه رابطه باید جدی باشه. جدی بودن رابطه البته فقط با ملاقات حضوری و فیزیکی نیست، به هر حال مسائل دیگه هم هست. حالا شما یه ذره سختگیری میکنید، ولی به هر حال مسائل دیگه هم هست که اون مسئله به تنهایی کافی نیست. یعنی شما میتونید که رابطه شما جدی در هر حال تنقی بشه و بدون که اصلا همدیگر دیده باشید. یعنی دنبال کارش بودین، میخواستیم بیارینش، تقصیر شما نبوده که. اگر اجازه بدید معذرم میگم. مرسی، سپاسگزارم. 2398 بفهمید بر روی خط هستی شما. سلام عرض شد، خسته نباشید. مرسی عزیزم، بفهمید. جناب رستم یه توضیحی دارین در رابطه با مالیات بر ارث و هدیه. من میخوام یه سوال دیگه داشتم مشابه همین، میخواستم بدونم اگر ما یه ملکی داریم توی ایران میخوان تبدیلش بکنیم به قرون بیاریمش اینجا، اون چی؟ اونم مالیات میخوره یا اون که؟ بله، شما که موقعی سوئد هستید غالبا گفته میشه که شما یک اوبیکت نامحدود مالیاتی هستی، یعنی اینکه هر کجای دنیا درآمدی داشته باشید و اموالی داشته باشید که به شما سوددهی بده، اون رو باید در اظهارنامه مالیاتی سالانه سویدتون بیارید. حالا شما اموال دارید، به هر حال وقتی که اون رو میفروشید در همه جای دنیا یه سری هزینه هایی داره این کار. حالا من نمیدونم دقیقا ایران چگونه هست، مالیات چطوری، مالیات پرداخت میشه، چند درصد پرداخت میشه، ولی خب اون مدارکی که به هر حال هزینه هایی که پرداخت میکنید رو شما باید در سوئد اظهار بکنید که اگر طبق قوانین سوئد در حد کافی مالیات یا هزینه داده باشید رو دیگه همون مقدار رو در سوئد پرداخت نکنید، بلکه اون مقدار مالیات هزینه های پرداخت شده از این سود شما کم بشه و به هر حال اینجوری که خیلی بد میشه، مثلا اینا اجازه میدن تبدیلش میکنن به کرون، بعد میبینن پولی نمیشه که مثلا یه میلیون تومان دو میلیون تومان مثلا داده بابت مثلا مالیات، درصدش مهمه، به کرون چیزی نمیشه، درصدش مهمه دیگه به هر حال. آها درسته، تشکر میکنم، ممنون. بله، در واقع فراموش نکنید که این مسئله رو دوستان هموطن ما مخصوصا کسایی که میرن در ترکیه و اسپانیا و اینا خونه میخرن یا در ایران ملک و مالی دارن، چون به اینجا در واقع شما باید به سیستم مالیاتی اینجا اعلام بکنید که چه چیزی رو در کجا دارید، و یه دفعه نمیتونین شما بیاین بگین آقا من حالا یه زمین دارم. نه خب میتونم داشته باشین کارم، اگه به هر حال آدم که مالی یه ملکی رو داره هر سال اینو به هر حال اظهار که نمیکنه، یه موقع خریده درست و اون که میفروشه برای سودی که میکنه برای اون سودش غالبا باید مالیات بده، و خب مالیات مضاعف داده نمیشه. یعنی اگر در کشور دیگه مالیات داده بشه اون رو میتونه اظهار بکنه در سوئد، که در سوئد به هم دیگه مالیات در واقع 100 درصدی که قرار پرداخت کنه پرداخت نکنه، یه مقدارش کم میشه. اون در حال درصدش مهمه در کشور سوئد، به اون ریا وینستی که اصطلاحاً گفته میشه سودی که حاصل میشه، به اون سودش 22 درصد مالیات باید پرداخت بشه. حالا یه سری بستا اوبسکو یعنی اینا هم میشه، ولی خب اون دیگه شامل ملک هایی که در خارج قرار داره احتمال نمیشه، ولی به هر حال 22 درصد به سود باید مالیات پرداخت. حالا
این یه تومن باشه یا یه میلیون تومن باشه، زیاد فرق نمیکنه، اون درصدش مسئله است. پس نسبت به اون درصد حساب میکنه. خب اجازه بدین 2398 بفهمید. نه اجازه بدین من 9843 بفهمید لطفا. سلام عرض کردم. خواهش می‌کنم. درود بر شما. بفهمید لطفا. درود بر شما نویزم. مرسی از برنامه‌هات. مرسی از برنامه‌ها. خوب و پرباره. سپاسگزارم از آقای رستمی عزیز که این همه لطف میکنن و اطلاعات در اختیار ما میگذارن و ما آگاه میشیم. بسیار سپاسگزاریم از شما که با ما هستید. خواهش می‌کنم. من یه سوال برام پیش اومده، یعنی یه مشکل دارم که من 3 سال پیش ناگهان بی خانه شدم، حالا در اثر جدایی و مجبور شدم خونه ترک کنم و هیچ وقتم تو صف نبودم چون اصلا فکر نمی کردم چنین اتفاقی بیفته، پیش بینی نکرده بودم. در هر حال در همون زمان یه آقایی بود که برای ما کار میکرد، خونه رو درست میکرد و تعمیر میکرد، متوجه جریان شد، به من گفتش که من تو صف خونه هستم و میتونم الان خونه بگیرم، واسه نگران نباش. منم فکر کردم از راه انسانیت در حال داره این کار واسه هم میکنه. بعد وقتی که دیگه کاملا خیالم راحت شد که یه خونه این داره و اینا، اومد گرفت برام، همزمانم با هم اومدیم تو این خونه. بعد طلب مبالغی کرد که من کرونا فوکتون هستم، فوکتون هستم، اینطوریه اونطوریه، من باید پول بدم تا خودم نجات بدم. مبالغی از من گرفت که من تو این خونه موندم، اگرچه تو این خونه خودش اصلا نموند، حتی آدرس هم نداشت اینجا. بعدا بهش اون کمون به اصطلاح اون شرکت خانه‌سازی اعتراض کرد چون زیر نظر کمون هستش، بهش اعتراض کرد تو اصلا اینجا آدرس نداری، پس تو خونه نمیخوام، اومد ازش بگیری که آدرسش، مجبور شد به نام یعنی همینجا بکنه، ولی خودش در واقع زندگی نمیکنه. آدمیه که هیچی نداره، حتی کارت سوار اتوبوس شدن هم نداره، همه کاراشو بدون اینکه هیچ هویتی داشته باشه میکنه، زندگی میکنه. در هر حال من بعدها اینا رو متوجه شدم. الان 3 سال از این موضوع گذشته، 2-3 بارم تلاش کرده که خونه رو به نام من بکنه، رفته گفته من اینو میخوام اوورلود ها بکنم، قبول نکردن، گفتن تا زمانی که تو زندگی میکنی تو این خونه و صاحب این خونه هستی، اینم میتونه به عنوان این بوینده، چون ما به صورت حتی خود شرکت خانه سازی کمونال هم هست البته اینجا، اسم منو رو در نوشت، از همون اول با هم اومدیم اینجا، اگرچه این یک شب هم اینجا زندگی نکرد، یک روز هم اینجا زندگی نکرد. در حال حالا میخواستم ببینم، من الان 3 سال اینجا تو صفشون هم هستم، شنیدم بعد از مدتی که آدم اینجا باشه میتونه 1 سال هم بهش بونوس میدن، یعنی پوینگش میره بالا، میتونه اون خونه رو بگیره، اگرچه من سنم هم بالای 70 سال شده حالا و بیماری های مختلف هم دارم، از دکترم تورم گرفتم خیلی وقت پیش که به من خونه بدن، جا بدن. در هر حال اینا میگن ما هیچ کدوم از این قوانین رو نداریم. درست. به من هیچ محلی فعلا نذاشتن، البته خود من اقدام نکردم، ولی این آقا حتی رفته تقاضا کرده نصف این خونه رو به نامش بکنه که خیالش راحت شه خونه داره اینجا. گفتن نه، چون مرد هستش، نه اگه زن بود شاید این کارو میکرد. حالا میخواستم ببینم راه حلی هستش. بله. نه متاسفانه شما آره، متاسفانه شما اونجا هیچ حق حقوقی ندارین و هیچ دلیلی هم وجود نداره که اون قرارداد اون خونه به شما منتقل بشه. خب آخه یه همچین آدمی چه باید بکنه؟ شما یعنی منظورتون خودتون؟ بله خودم هستم. حالا دیگه چی میشه؟ به هر حال مثل همه این آدم هم از این فرصت، آقای معذرت میخوام کلمتون قطع کردم، آقای رستمی، این آقا هم از این فرصت استفاده میکنه، هی منو تلکه میکنه. در واقع مثلا رفتی یه فرود اجاره کرده تو از همون کمون و اجاره خونه کشیدن و من اصلا نمیدونم کجا چی هست، ولی ماهیانو باید پول فرود اونم بدم. هیچ وقت هم جواب تلفنم نمیده. خود به خودتون آگاهانه این کارو کردید، به هر حال محتاج هستی، ولی خب آگاهانه این کارو کردی. اونجا حق حقوقی از بابت زندگی کردن شما در اونجا هیچ حق حقوقی رو بر شما وجود نمیاره. خب حرف از مسئله انسانی زده میشه که بالاخره اینا رعایت میکنه. خب اگه آدمی تو به هر حال اون صاحب ملک، صاحب ساختمان، حالا صاحب اگه بخواد میتونه قرارداد، ولی خب واقعیتا قرارداد به شما منتقل بکنه، ولی قاعدتا دلیلی برای این کار نمیبینم. به هر حال
سیستم یه جوری کار میکنه که خیلی ها تو نوبت هستن. دست اون آقا نیست آخه، خون کاری نیست، با اجاره نشین اونجا. برحال موردی وجود نداره که به شما این رو قرارداد به شما منتقل بکنن، چون یعنی زندگی کردن شما به عنوان این نبونده در اون آپارتمان حقی رو برای شما بزنه. حالا یه سوال، یه قانونی بود چند وقت پیش گفتن که اگر یه نفر در یک جایی 2 سال زندگی کرده باشه میتونه که این چیزو کنه؟ خیلی سال پیش بود آقای زدی میتونه فکر میکنیم از این طریق شامل ایشون بشه 2 سال مثلا در این خونه بمونه و فکر اولا که این نبونده است، یعنی دست دوم هم نیست این اجاره. بنابراین هیچی، شما میتونید 10 سال هم اونجا این نبونده باشید، کسی با شما کاری نداره، ولی حقوق هم به وجود نمیاره. خب دیگه به هر حال شما گیر کردین دیگه، محتاجین دیگه. خب وسط یه بازی گیر کردین که آقای رستمی یه وکیل قوی که با این مدارکی که من دارم بتونه اونجا استدلال بکنه. شما چه مدارکی دارین آخه؟ گفتم که از چند تا دکتر من چون بیماری شما میتونید به صاحب صاحب ملک که تو صف هستید درخواست بدین که خارج از نوبت به شما آپارتمانی داده بشه. کاری که میشه کرد اینه، ولی حتما همون خانه که خالی نیست، اونجا یه نفر دیگه هست الان در حال حاضر، یعنی قرارداد به اسم یه نفر دیگه است، میگه کسی نیست، شما در این نبونده هستید قاعدتا و قرارداد اون خونه خالی نیست که به شما بدم اونا. اوورلوتا نمیتونه بکنه دیگه عزیز من. خب نیست، موردی وجود نداره که اونو به شما واگذار کنن. در قانون اجاره همچی موردی وجود نداره، هیرس لاگنی که ازم یعنی گفته بشه. یعنی من میخواستم ببینم حداقل این راهنمایی رو به من بفرمایید که آقا رستمی آیا وکیلی هستش که در این رابطه کار کرده باشه؟ هستم وکیلی شرح... در مورد فاستی اسرت همین جزء مسائل کار میکنه، چرا که نه. بله، من از تلفنی داشته باشم با اونا صحبت کنم، اونا بتونن کار منو بگیرن. من ببینید واسه شرمندگی معذرت میخوام، دوستان دیگه هم هستن منتظر هستن. جواب سوال شما این بود که شما به عنوان یک اون این بونده اونجا هستین و هیچ حق و حقوقی نسبت به این خونه ندارین. اگر دنبال وکیلی میگردین که این کار بکنه، من الان براتون میگردم. آیا آقای رستمی هم شماره داشته باشن، من ازشون میگیرم، شما بعدم به من زنگ بزنین، منم بگردم براتون. ولی متاسفانه الان روی خط ما همچین کاری دیگه نمیتونیم انجام بدیم. ازتون سپاسگزارم، پیروز باشید. 2398 بفرمایید لطفا. خب آقای رستمی عزیز، ایشون هم قطع کردم. من چند تا تلفن، یعنی یه دونه، اوه چقدر تلفن زیاد شد. سلام، روز بخیر، من یک سوالی دارم از آقای رستمی. من یک شرکت انخیلد فیرما دارم و مدت 2 سال رو به اتمام، 2 سالم رو به اتمام هست. من چه مدارکی برای اداره مهاجرت بفرستم برای تمدید اقامت و دیگه چه کارهایی انجام بدم که تاثیر مثبت داشته باشه؟ ایشون از طریق اقامت سرمایه گذاری به سوئد اومدن. درسته، اظهارنامه مالیاتی 2 سال گذشته چون انخیلد فیرماست همون کافیه. اسکات کانتو تراگ به حساب بانکی شرکت 4 ماه گذشته تقریبا میشه گفت اینا رو میفرستیم با همراه درخواست تمدید اقامت. و خب قاعدتا این شرکت باید نشون بده که در عرض این 2 سال گذشته شما از طریق درآمدی که این شرکت عاید شما کرده تونستین زندگی بکنید. بسیار نیکو. سوال، من چند تا اسمسی ها رو باید حتما بپرسم. با درود به شما و آقای نیما روسمی، من آپارتمانی دارم که ارزش آن در حال حاضر 6 برابر بدهی آن است. اگر این مسکن پس از درگذشت من به عنوان ارث به فرزندان من برسد و آنها آن را بفروشند، آیا آنها باید مالیاتی بابت سود منزل به دولت بپردازند یا خیر؟ چون این پول در واقع ارث می باشد. بله بله، ایشون که اون موقعی که ببین وقتی که وراس به قول معروف این اموال رو دریافت میکنن، در اون لحظه لازم نیست مالیات پرداخت بشه، یعنی مالکیتش رو که کسب میکنن به دست میارن لازم نیست مالیاتی پرداخت کنن. ولی وقتی که اون مسکن آپارتمان چی بود آپارتمان به فروش میرسه، در هر حال سودی که عاید این از بابت یعنی سودی که حاصل شده برای اون باید مالیات پرداخت بشه. اوکی، به موقعی که فروش میرسه این آپارتمان. بسیار عالی، اجازه بدی. یعنی مبدا اینه که اون قیمتی که خریداری شده، یعنی انگار که اون فردی که فوت کرده یه سالی به هر حال اونو خریده. بله، اون قیمتی که خریداری شده و قیمت اصلی از فروش
سودی که حاصل شد در این مابین باید به اون مالیات پرداخت بشه. حالا اونایی که ورثه هستن انگار که صاحب این، یعنی این رو خودشون خریدن، در واقع همچین حالتی به وجود میاد و غالبا سودی هم که میکنن باید مالیات پرداخت کنن به اون سودش. سلام، با تشکر از برنامه خوب شما درباره مهاجرت دانشجویی اطلاعاتی می‌خواستم و اینکه چطور می‌شود اطلاعات درستی را جستجو کرد. وکیل‌های محترم اطلاعات کاملی درباره فوق لیسانس و نحوه پذیرش در دانشگاه‌های سوئد دارند و می‌توانم کمک بگیرم. نحوه پذیرش کدام رشته کاربرد بیشتری برای کار دارد؟ بله، این ربطی به مهاجرت نداره آقای زلی. نه این یکی دیگه است که درباره مهاجرت دانشجویی من نمیدونم یعنی چی. نه مهاجرت دانشجویی که نداریم، ویزای دانشجویی. ولی در ویزای دانشجویی اون چیزی که مهمه و مسئله است خود پذیرش گرفتن از دانشگاهه. یعنی فرد باید اول با دانشگاه مکاتبه بکنه، پذیرش بگیره که بعد بتونه بره درخواست ویزا بکنه. یعنی مهمترین مسئله پذیرشه و این چه ربطی به مهاجرت نداره و قوانین اتباع بیگانه نداره. و اینکه که چه رشته آدم انتخاب بکنه، خب اون دیگه یه بحث حقوقی نیست، این برای علاقمندیه. و اینکه آدم خب بازار کار رو به خودش باید ارزیابی بکنه. من تا اونجا که یادمه دو تا سایت بود، Study in Sweden یا استودیه را ایسفر، یه سری اطلاعات من در اونجا بود. هنوز هم وجود داره میشه استادی این سویدن؟ نه من الان اطلاع ندارم، ولی خب شنیدم این همچی سایتی وجود داره که اونجا به هر حال مشخصات و سایت مشخصات دانشگاه ها و رشته ها رو اینا رو به هر حال اونجا هست اطلاعاتش. بسیار عالی. درود بر شما، من ایرانی هستم، 2 سال تو سوئد زندگی میکنم و کار دائم دارم و اقامت دائم دارم. دوست پسرم از آمریکا با ویزا توریستی قراره به اینجا بیاد. ایشان گرین کارت آمریکا رو دارد. سوال من این است که اگر ما اینجا ازدواج کنیم ایشان میتواند در سوئد بماند، یا اینکه چه راهی وجود دارد که ایشان که با ویزای توریستی اینجا میآید بتواند در سوئد بماند؟ در سوئد ایشون نمیتونه بمونه با ویزای توریستی. ایشون به عنوان شهروند کشور سوم، یعنی خارج از اتحادیه اروپا، باید قبل از اینکه وارد سوئد بشه درخواست اقامت کرده باشه و اقامت گرفته باشه که بتونه وارد سوئد بشه. یعنی شون با ویزای توریستی بیاد اینجا ازدواج انجام بگیره، نمیتونه اینجا بمونه دیگه برنگرده و اقامت بگیره. حتما باید برگرده کشور خودش و از اونجا درخواست بده و در اونجا انتظار بکشه تا اداره مهاجرت تصمیم گیری کنه. بسیار عالی. دوست عزیز سوال کردن هیدش پروونینگ را لطفا توضیح دهید. ببینید افرادی که حالا همچین سیستم در هیدش پروونینگ، یعنی اداره مالیات بررسی میکنه افرادی که میخوان ازدواج بکنن، بررسی میکنه که این دو نفر موانعی قانونی برای ازدواج اینا وجود نداشته باشه. موانع قانونی هم مختلفه، حالا من دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی یک چند موردش اینه که قاعدتا یه فرد نباید زیر 18 سال باشه. اینایی که با هم ازدواج میکنن مثلا پدر مادر خواهر برادر و فامیلای اینطوری وجود نداشته باشه، ولی به اینا میگن، یعنی اداره مالیات اینها رو بررسی میکنه که مانع قانونی برای ازدواج اینا وجود نداشته باشه. بسیار سپاسگزارم. و اون مانعی هم که هست قانون قید شده، دو مورد شما عرض کردم زیر 18 و مورد دوم که مثلا خواهر برادر با هم نباشه. اوکی سپاسگزارم. سلام آقای آزادی، میشه لطف کنید از آقای رستمی بپرسین که آیا سوئد میتونه تابعیت سوئدی رو از شخصی پس بگیره حتی اگه اون شخص زمانی که به سوئد اومده درباره کیس پناهندگی خود دروغ گفته باشه؟ نخیر. نخیر، جواب شما پس خیره. خیلی سریع، با سلام، من و سامبو جدا شدیم، میتونیم شرط بگذاریم که ویلا و املاک با ایشان باشد تا زمانی که ازدواج نکردن بچه‌ها پیش ایشان هستند؟ افرادی که سامبو هستند وقتی که رابطه به اتمام میرسه، یعنی جدا میشند، تنها یک سال فرصت دارن که تقسیم اموالی رو انجام بدن. اگه در عرض این یک سال تقسیم اموالی انجام نگیره دیگه، یعنی اگر حق حقوقی داشته باشن اینا نامشخص باقی میمونه، هر کس ما هر چی داره مال خودش میشه. حالا احتمالا اینا اموالی دارن که اموالی هم که در تقسیم اموال سامبو فرهولانده به قول معروف مطرح میشه، مسکن مشترک هست با وسایل توی خونه جهت استفاده که برای استفاده مشترک تهیه شده است. حالا اینا میتونن که تقسیم اموال رو انجام بدن
اموال تکلیف مالکیتش مشخص بشه، درسته، و بعد تقسیم واقعی رو بعدن اگر میتونن انجام بدن. ولی من مشکل رو دقیقا اینجا نمیتونم بفهمم. اگر خب بعضن وقتی که افراد مشترکن یه خونه رو مسکنی رو خرید تهیه کردن، احتمالا مشکل وام دارن که یکی از هم جدا بشن، بانک احتمالا قبول نکنه تمام وام رو یکی به عهده بگیره. اگر مشکل اینه، خب اون یه بحث دیگه ای میشه. ولی خب این در اون مسئله تقسیم اموال میتونه بعدا مشکل ساز بشه. اگر این تقسیم اموال در عرض یک سال از بعد جدایی صورت نگیره، دیگه اون حق تقسیم اموال بعدا از بین میره. بنابراین اگر الان مشکل رو به یه نحو دیگه میخوان حل کنند، احتمالا بعدا به یه مشکل دیگه ای برمیخورن. اوکی. پس اینکه ویلا و املاک با ایشان باشد تا زمان که ازدواج نکردند، صحیحش اینجور رفتار صحیح نیست. یعنی بهتره که اول تقسیم اموال بشه، درسته؟ تقسیم اموال صورت بگیره، تکلیف مالکیت روشن بشه، بعد یکی از این سامبوها میخواد که خب فعلا یکی تو زندگی کنه بکنه، اون مشکلی نداریم. ولی تکلیف مالکیت در عرض یک سال باید مشخص بشه. بسیار عالی. و من هر دو خط تلفن ما مشغول است، اگه اجازه بدین اول 2398 رو من بگیرم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای نوید. سلام آقای رستمی. درود بر شما. من یه سوالی داشتم. من شرکت همسرم برای برادرم دعوتنامه فرستاده جهت اقامت کاری، الان اپلیکیشنش هم اومده. منتها من سوالم اینه که برادر من یه دختر بالای 18 سال داره، یعنی 22 سالشه و هم یه دختر هم داره. آیا این دختر از نظر قانونی بهش این اقامت به همراه پدرش و مادرش داده میشه یا نه؟ نه خیر، بالای 21 هست بهش قاعدتا 22 اوتوماتیک... سالشه. بله بالای 21 دیگه قاعدتا بهش اقامت داده نمیشه اوتوماتیک. یعنی اگر بگیم اینا خیلی هم به هم وابستن و یه خب دونه دختره با از این ناله ها بکنیم نمیشه؟ درا میشه. ولی به هر حال در بعضی حالت مورد قبول واقع میشه، در بعضی حالت نه. واسه شانس رو داره. بله میتونن درخواست بدن با هم، ولی خب باید این خانواده، این دختر در واقع ثابت بکنه که اینقدر به هم دیگه وابسته هستن که بدون هم دیگه نمیتونن زندگی کنن. ولی خب قاعدتا افرادی که بالای 22 هستن همچین مواردی رو قبول نمی کنن، که خب فرد 22 سالشه مستقل دیگه به خودی زندگی کنه. یعنی اون ببخشید من میشه بگین که باید ثابت کنه؟ معمولا این همچه چیزی رو چه مدلی ثابت میکنن؟ یعنی وابستگی از طریق وابستگی اقتصادی معمولا مسئله هست. وابستگی اقتصادی خب ایشون فرزنده، میتونه که مدارکی تهیه بکنه که با هم تمام وقت زندگی کردن، این پدر مادر هزینه زندگی رو تامین میکنند و از نظر اقتصادی وابستگی خانواده شه. یعنی این تنها کاری که میشه کرد اینه. درسته. مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. سپاسگزار از شما. پیروز باشید. خیلی خوش. خدا نگهدار. خب 9843 قطع کردن. وای دوستان تو رو خدا سوال میفرستید. اوکی ضمن خسته نباشید. بابت راهنمایی و نکات مهم و مفید شما میخواستم خدمتتون عرض کنم که بنده یک شرکت ثبت شده در سوئد دارم که 2 سال و اندی از شروع به کار آن میگذرد و همچنان فعال میباشد. حقیقت امر بنده میخواستم پسر عمه خودم رو به عنوان شریک و سرمایه گذار معرفی کنم. بنده کارهای رجیستر ایشون رو تو سایت اداره مهاجرت سوئد انجام دادم و پرونده در حال حاضر منتظر مسئول پرونده است و حدود 7.5 ماه از روی رجیستر آن میگذرد و هر دفعه که بنده با اداره مهاجرت تماس گرفتم به من گفتن که تا مسئول پرونده براتون در نظر نگیریم به پروندهتون رسیدگی نمیشه. میخواستم از حضورتون بپرسم که آیا راهی هست که بنده بتونم سریعتر به گونه پیگیری کنم که رویه پروندهم مسئول پیدا بکنه، یا فقط باید منتظر بمونم؟ ممنون میشم پاسخ بدیم. با تشکر از زحمات بیشایبه شما جناب. در مدت زمان کار خاصی نمیشه کرد. مدت زمان انتظار طولانیه و خب غالبا خارج از نوبت موردی پیش نمیاد که بررسیش کنه. بسیار. 9843 بفرمایید بر روی خط هستید شما. سلام نوید، خسته نباشید. درود بر شما، بفرمایید. خدمت های دیما رستمی هم سلام عرض میکنم. یک سوالی داشتم. یکی از دوستان من تقریبا 2 سال از اقامتش گذشته، یه ماهی چند ماهی ازش مونده.
این رو آیا اون زمانی که بخواد پاسپورتش رو بگیره، آیا این دو سال روی زمان پنج سال پاسپورت سویدشون توی حساب میشه، یا اینکه باید بمونه تا این دوره دو سال سه سال اقامتش تموم بشه دوباره؟ این یه مقدار عجیبه. این اقامت دو ساله موقته؟ یک اقامتی فکر میکنم دو سال یا سه سال بهش دادن، هشت ماه نه ماهش مونده، این اقامت موقت داره درسته؟ بله اینجوری میشه دیگه، حدود سه نه ماهش مونده باشه میشه موقت. بله این اگه بخواد پاسپورت بگیره باید همزمان اقدام بکنه نه؟ ببین تکلیف ما روشن کنین، این اقامت نوعش چیه؟ اقامت کاری پناهندگیه چیه؟ نه پناهندگی بوده، پناهندگی موقت بوده درسته همین؟ بله بله. نه ایشون باید اول اقامت دائم رو دریافت بکنه بعد بل. تا بعدم بتونه درخواست تابعیت بکنه، ولی وقت اگر اقامت دائم رو دریافت، هر موقع که دریافت کرد به هر حال اون مدت زمانی که شما مد نظرتونه 4 سال 5 سال، یعنی اون رو اون دو سه سال هم حسابشون میاد، اون از تاریخی که وارد سویت شده و درخواست پناهندگی کرده حساب خواهد شد. خب یعنی این ممکنه مثلا قبلش هم به حساب بیاد؟ قبلش چیه دیگه؟ قبل از این سه سالش؟ از ببین اگر از بعد یعنی در اون مرحله اول که بگیم با درخواست پناهندگیش موافقت بشه، از تاریخ درخواست پناهندگیش این دوران در واقع حساب خواهد شد. آها یعنی قبل از اقامت. بله آها خیلی ممنون، خواهش شما موفق و پیروز باشید. 2398 بله خب اینم که قطع شد، اینم که نیست، یک دونم این سواله، اوکی اینم که نیست. خب دوستان عزیز 2398 و 98343 از روی برنامه ریزی حدودا 5 دقیقه دیگه هم میتونیم در کنار شما باشیم اگر که سوالاتی رو داشته باشید که بتونیم در خدمت شما عزیزانمون باشیم. اگرم که دوستی زنگ نزنن میتونیم که بعدا یک تشکری هم از شما بکنیم، فقط چند لحظه دیگه هم منتظر میمونیم. من هنوز آقای رستمی باورتون نمیشه نزدیک 10-12 ساله که برنامه، بیشتر 12-13 ساله برنامه رادیو وجود داره، الان چند ساله 8 سال 9 سال ما در کنار شما هستیم. من هنوز نفهمیدم چطور ممکنه یه آدمی بتونه بیاد یک مثلا برای سرمایه گذاری خب یه جایی بتونه پیدا کنه بری بگیرتش، دو سال تموم با اجارهش رو بده، بیمه شو بده، همه چیزی بده، بعد تازه شاید بگن آره شاید نگن. اصلا باور نکردنی، این سیستم بسیار عجیب غریبه، این مدل رفتار کردن با مردم. 2398 به عنوان آخرین شنونده خودمون بفهمید، در خدمت شما هستیم. خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم خدمت آقای رستمی، می‌خواستم ببینم اگر که ما یه آپارتمان داشته باشیم خارج از خارج از سوئد، در یه کشوری غیر از کشور اروپایی، ترکیه دیگه، حالا راحت بگم، اینو بخوام من بفروشم، پولشم از همونجا بذارن توی حساب بانکی، چند درصد باید مالیات من پرداخت کنم برای اون، برای فروش این خونه، یا اینکه چه جوریه، باز چه طریقی، قانون چی میگه؟ قانون این کلی اگه بگیم اینه که فردی که در مقیم سوئد، در سوئد زندگی میکنه، شهروند سوئد و در سوئد زندگی میکنه، باید تمام درآمدهایی که در عرض سال بگیم، حالا یک سال عایدش میشه، رو در اظهارنامه مالیاتیش بیاره. خیلی ساده. بله. درآمد میتونه از طریق کار باشه، از طریق سودی که سرمایه عایدش میکنه باشه، از طریق همین یا کار و یا سرمایه است، یه چیز دیگه که نداریم که. نه. ولی خب اگر که اون پول رو بعد من بخوام اینجا مثلا یه کاری را بندازم باش، باز یعنی که بیشتر از کمتر از زیر یک سال توی حساب بانکی باشه، بازم شامل این قانونه که الان شما فرمودید؟ منظورتون در ترکیه؟ نه اینکه یک کاری رو توی سوئد با اون پول را بندازم. خب اون پول میاد اینجا دیگه قاعدتاً، درسته؟ جانم؟ پول رو قرار بیاری سوئد دیگه؟ بله دیگه. بله خب به هر حال اون سرمایه شماست، ولی خب وقتی از خارج از سوئد وارد سوئد میشه، خب سوالای پیش میاد دیگه، این پول از کجا اومد؟ اونه که تکلیف اون باید روشن بشه. مسئله اصلی اونه، نمیمونه زیاد توی بانک. کاری ندارم، حالا به هر حال سرمایه شماست دیگه. درسته. بر مالیات بر سرمایه، مالیات بر در واقع اموال یا فرمرگن هیت نداریم. بله. اگه من سوالتون اینه.
بله، ولی بله. خب سوال وقتی که یه مبلغ مثلا بگیم 1,000,000 کرونی وارد سوئد میشه، طبیعتا اداره مالیات و بانک ها سوال میکنن که پول از کجا اومد؟ کجا بود؟ بعد این حالا نمیدونم که این چقدر درست باشه یا نه، اگه مثلا بگیم که این خونه رو از طریق یا این پول رو کلا از طریق ارث به من رسیده، بازم باید برش مالیات بدیم؟ شما یه پدر مادر بیشتر ندارین دیگه، تا همه جای دنیا وقتی یک فردی فوت میکنه قوانین خاصی داره، نمیشه که اموال فرد فوت شده همینجوری منتقل نمیشه به افراد، بر یه سری مدارکی باید وجود داشته باشه که بتونید ثابت بکنید که آها، یعنی منظورتون احسار وراثت و اینا رو بعد کاغذش رو داشته باشن که مثلا شما یه ملکی شما اموال کسی رو به کسی نمیدن، منتقل نمیشه مالکیتش، مخصوصا هم وقتی حالا مخصوصا اگه خانواده هم باشه، خب به هر حال احتمالا خواهر برادرها و ورثای دیگه هم وجود داره که به هر حال با هم دیگه بر سر این ارث میتونن رقابت داشته باشن، و خب به هر حال حتی مثلا پول نقد باشه یا یه ملکی باشه، مالکیتش همینجوری تغییر نمی‌کنه. باید این مدارکی وجود داشته باشه که بر اساس اون مالکیت منتقل بشه، و خب اگه اونو داشته باشید خب خیالتون راحته، بعدن اینجا اینو میتونید نشون بدید که برای این اموال به ارث به شما رسیده. دقیقاً این شامل گواه هم میشه، بله، یعنی که اگر یه هدیه باشه. بله. همین، یعنی باید در واقع یک کاغذی رو من نشون بدم که یه مثال و اشتباه بدم. شما طرح سوالتون درست نیست، من دوست ندارم همچین چیزایی در پشت رادیو جواب بدم. مام اینجوری جواب میشه داد به شما که اموالی که از طریق ارث و یا بله. هدیه به شما میرسه در صورت قرار نیست از این بابت مالیاتی پرداخت کنید. نباید مالیاتی پرداخت بشه؟ مالیات بهش پرداخت نمیشه. نه دقیقا. نمیشه. اوکی، مرسی خیش. مرسی از لطف شما، پیروز باشید. خواهش می‌کنم. خب آقای رستمی عزیز، با یک دنیا تشکر از شما به خاطر برنامه امروز، و امیدوارم که هفته آینده بتونیم در کنار شما باشیم. ممنون آقای آزادی، خوشحال شدم. شما یه ذره مشکوک نگاه کردین، هفته دیگه مثل که نمی‌دونم حواسم یه جای دیگه بود. خیلی خیلی ممنون، است بخیر، سپاسگزارم از شما، پیروز باشید. دوستان عزیز شنونده، وقت